والا ما 3-4 سال فرصت منتظر بودیم که انتخابات بشه، فرصتی پیدا کنیم خدمت شما بیایم مطالبی رو عرض بکنیم، چون رسانه‌های دیگه که به روی ما بسته است. صدا و سیما که قربونش برم اخیراً اسمشو گذاشته صدا و سیما، رسانه ملی که من عرض کردم واقعا رسانه ملیه، رسانه ملی نیستش، چون بر اساس میل فقط یک جریان کار میکنه. چون ایشون فرمودن که خب ما تریبون نداریم و مطبوعات و بستن و صدا و سیما اینجور، این برادرمون که گفتن ما گشتیم آقای تاج‌زاده غیر از همون عنوان چیزی نداشتن، من ایشون سوال کردم میگه شما سایت شخصی ندارید؟ گفت چرا، خودم بستم. گفتم حالا روزنامه‌هاتون رو ما می‌بندیم، سایت تو دیگه چرا خودت می‌بندی؟ وقتی صحبت از عدالت می‌کنیم باید در کنارش از عدالت سیاسی، عدالت قضایی، عدالت جنسیتی، عدالت نسلی، عدالت آموزشی، عدالت قضایی و عدالت قومیتی هم سخن بگیم. دیگه بحث عدالت قضایی و آموزشی و بحث قومیتی که به نظر من اینا برخیش واقعا نگاه ابزاریه، مثل قومیتی، اینکه ما بگیم چون ما در اینجا در کشورمون یک قومی داریم باید حتما یه سهمی به اونا بدیم در حاکمیت، این اصلا غلطه، فرق نداره بگیم که به این ولیا بدیم یا به اون ولیا بدیم، هیچ، هر کس لیاقت داره، شرایط داره، قانون اجازه داده، فرقی نداره از این قوم باشه از اون قوم باشه، داخل این کشور باشه باید بتونه بیاد و بر اساس شرایط و ویژگی ها استفاده بکنه. حرف ما اینه که هر وقت عدالت مطرح شد و به نام اون آزادی رو در واقع خواستن ضد بکنن و از بین ببرن، یقین بدانید که اون جامعه به عدالت هم نخواهد رسید. یک جامعه پر از شکاف‌های طبقاتی و پر از فساد که داریم می‌بینیم. تفاوت شکلی هم که عرض بکنم در این 5 دقیقه این هستش که در واقع ما معتقدیم هم عدالت و هم آزادی ذیل حاکمیت قانون باید توی هر جامعه‌ای جریان پیدا کنه. عدالت اقتصادی، توزیع و صدقه و نمی‌دونم اینجور چیزاست، این نیست واقعا. عدالت با این تعریفی که برادر عزیزمون آقای تاج‌زاده کردن به معنای مساوات گرفتنه که خیلی معنی واقعی عدالت نیست. عدالت یعنی قرار دادن هر چیز تو جای خودش. حالا اگر شما آمدید ثروت جامعه رو که الان اینطوریه، هر که وامش بیش برفش کمتره، بیشتر نیست، هر کی ثروت بیشتری داره داره از یارانه بیشتری استفاده میکنه، بیایی شما تلاش بکنی برای اینکه این ثروت رو از دهک‌های بالا بگیری و در اختیار دهک‌های پایین بذاری تا اونا ارتقا پیدا بکنن، این معنیش صدقه نیست. ببینید دوستان، عدالت رو فرمودن هر چیزی رو بذاریم سر جای خودش، بلافاصله به اقتصاد که رسیدن گفتن که آقا خوب از دهک‌های بالا بگیریم بدیم به دهک‌های در واقع پایین، چاره‌ای ندارن جز اینکه کمی تعریفش بکنن، مگر از این تعریف کردن. حالا ما میگم این همین تعریفی که میکنه در اصل سیاسی بکنید، میگید چرا میگید که اقلیت حاکم بر اکثریت؟ بنده انتخابات مجلس و اینا رو نمیگم که دوستان مثل خدای رسول اینا کمتر از 15% واجدین شرایط رای بردن به مجلس رفتن. من همین انتخابات ریاست جمهوری که الان نزدیک 60 رو مثال میزنم، ببینید آقای خاتمی در 2 دور انتخابات ریاست جمهوری در 2 دور اول 57% واجدین شرایط بهش رای دادن، یعنی از هر 10 تا ایرانی حدودا 6 تا ایرانی بهش رای داد. در 2 دور دوم 52%، 5% کاهش داشت، اون تا 2 میلیون رای افزایش داشت برای اینکه واجدین شرایط تعدادشون بیشتر شد. در هر 2 مرحله رئیس جمهور اکثریت این کشور بود، یعنی بالای 50% به ایشون رای داده بودن. چند درصد قدرت در اختیار ایشون و حامیانش بود؟ کمتر از 30% جامعه. ولی ما پذیرفته بودیم در موضوع چارچوبی هستش، بالاخره قوا تقسیم شده و اختیارات هستش. امروز پرشکوه ترین انتخاباتی که این دوستان بهش استناد میکنن انتخابات دور گذشته است. آقای احمدی نژاد 17 میلیون رای برد از 48 میلیون واجد شرایط، 37% واجد شرایط رای برد. تمام ارکان قدرت در اختیار ایشون و همفکراش بود، یعنی 100% قدرت. بگن یه کانون یه قوه باشه که در اختیار اصولگراها نبوده در 4 سال گذشته، یعنی این در اوجش. و من به انتخابات مجلس هفتم هشتم کاری ندارم که زیر 20% واجدین شرایط به اینا رأی دادن، به شورا کاری ندارم که زیر 10% واجدین شرایط رأی دادن. بنابراین اگر ایبی ندارن، اگر انتخابات با 100% دموکراتیک باشد، ولی میگیم که مردم کم شرکت کنن یا زیاد شرکت بکنن، هر چقدر که از رأیشون از حقشون استفاده کردن رأی دادن، خب به همون میزان هم
باید انتظار داشته باشه که در درون حکومت سهم داشته باشن. به همین جهت هم درست میگن ما تو انتخابات مجلس شورای معذرت میخوام انتخابات شورای دور دوم آزادترین انتخابات ایران رو برگزار کردیم و از 300,000 نفر یک نفر به خاطر گرایش‌های سیاسی یا عقیدتی رد صلاحیت نشود. در اون انتخابات بنده هم نامزد بودم، رأی نیاوردم. اون تو چون آزاد و سالم و دموکراتیک بود، همون شب تلفن کردم به آقای چمران و آقای شیبانی تبریک گفتم پیروز شد و بعد گفتم هر خدمتی هم از دست با بر بیاد در خدمت شما هستیم، برای که ما توی رقابت دموکراتیک شکست خورد. تا الان هم اگر یک نفر در چند سال گذشته یک کلام در مورد انتخابات دور دوم شوراها از ما نکته منفی شنیده باشه، همینجا اعلام کنه من همه حرفمو پس میگیرم. اما مجلس هفتم و مجلس هشتم کودتای پارلمانی شد. از دم شروع کردن رد صلاحیت کردن. مجلس هفتم شورای نگهبان اون کارو کرد، مجلس هشتم دولت مهرورز آقای احمدی نژاد در کنار آقای جنتی. انتخابات نبودش، همه ما رو رد صلاحیت کردن، توی مسابقه یه اسب پیروز شدن. بعد هم میگن که حالا ما در واقع چرا میگید که عدالت سیاسی در این جامعه در واقع چیز نشده، پیاده نشده. بله، اگر این آزادی ها باشد همینه. من که عرض کردم یکی از تفاوت آزادیه، شما نگاه کنید توی جامعه اصلا احتیاج خیلی به پرسش نیست که تو این سالها وضع آزادی های سیاسی که چه عرض کنم حتی آزادی اجتماعی و فرهنگی بیشتر شده کمتر شده. تو این دوره 4 ساله میگفتن زنا اگه چکمه بپوشن بده، ولی اگه سیاست مدارا چکمه بپا کنن هیچ اشکال نداره. توی دانشگاه در واقع اومدن چیکار کردن؟ این سراسر نگاه کنید، یا تشکل دانشجوی منحل کردن، یا اساتید بازنشست کردن، یا دانشجو رو ستاره دار کردن که من همیشه گفتم ستاره مال پادگانه، یا گیت گذاشتن، یا دوردی به مقاومتی گذاشتن. یعنی یک فضای پلیسی و نظامی توی جامعه ایجاد کردن. اگه قرار بود ایجاد فضای پلیسی و نظامی بود که مردم یه احتیاج نبود انقلاب بکنن که بگن شعار ما استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. تو همین سنوری که پخش کردن در کنار استقلال پای پاش آزادی سیاسی بودش. اصلا به گونه‌ای شده که آزادی دیگه از لفظ از دهن این دوستانم افتاده. یعنی من نمیدونم که اگر توی این جزء اصول انقلاب آزادی بگیم نیستش پس چی بوده. در مورد عرض به حضور شما که معیارهایی هم که مطرح کردن برای ریاست جمهوری، نه بحث قومیت ها و غیره، بحث این هستش که کسی به دلیل قومیت یا مذهب نباید مانعش بشن که نتونه تو جامعه روش بکنه. بحث انتخابات نیست که ما در ایام انتخابات بگیم. ما جز اولین کارهایی که دور اصلاحات کرد تشکیل نهاد شوراها بود. گفتیم هر شهر و هر روستایی خودش باید حاکم بر سرنوشت خودش باشه، شیعه یا سنی، کرد یا ترک، فارس یا بلوچ، فرق نمی‌کنه. این رو تو عمل نشون دادیم، بعد از انتخابات هم نشون دادیم. فرماندار از همه قومیت‌ها و از همه مذاهب گذاشتیم و امروز هم اصل 15 قانون اساسی حق اینهاست. تو قانون اساسی ما اومده و این ملت بهش رأی داده. امر خلاف قانون نیستش که در ایام انتخابات به فکرش برسیم. بله، ایام انتخابات ایامی هستش که به طور طبیعی توجه مردم به مطالباتشون جمع میشه. نکته آخرم بگم که در معیارهایی که باز در مورد ریاست جمهوری گفته میشه همش میره صفات فردی و چیز، تا اینکه برنامه رئیس جمهور چی باید باشه، تیم همکارش کی باشه و چگونه میشه کشتی رو تو این ساحل به ساحل نجات رسون، سکوت میکنه. ولی تو همه معیارها هم که میگن، ببینید دو تا معیارهایی که مثلا اشاره کردن که آقا و بازی با اعتقادات مردم نشه، که من نمیدونم تو این 4 سال بعد خود جامعه قضاوت بکنه که سوء استفاده از دین بیشتر بوده یا در دوره اصلاحات. ساده زیستی هم که من نمیدونم با وجود آقای محصولی، من چون سرپرست وزارت کشور بودم یه مانجا بودم بالاخره کسی که در تاریخ همون که جنگلن در 10 سال، در 30 سال گذشته بی سابقه بوده. یه کسی که حدود 400 میلیارد ثروتشه شده وزیر کشور و رئیس پلیس کشور در واقع. بعد بگیم آقا معیارهای ساده زیستی چیه؟ میگن درسته ایشون تو قصر زندگی میکنه، نون پنیر بخوره، چیز مهم نیستش. جناب آقای تاج‌زاده 12 دقیقه صحبت کردن، ایبی نداره بازا. نه، ساعت جلو منه، اجازه بدید، ساعت جلو منه، بنده دقیقا همونجور که 18 بود، الان دقیقا 31 دقیقه و 47 ثانیه است.
حالا آقای تاجزاده خودش اینجاست، وکیل و وسیع خیلی نمیخواد، ما با هم دیگه کنار میریم. عیبی نداره، باید بحث منعقد بشه. حالا میشه بالاخره ببینید، جناب آقای تاجزاده فرمودند، حالا البته یه خورده به نظر من باید مبنایی تر وارد بحث بشیم، اما من پاسخ بدم. اولا آقای تاجزاده، تفاوت استنادات من با استنادات شما از زمین تا آسمونه. چرا؟ شما استناد میکنید به افرادی که پشیمانن و امروز در کنار شما به فکر تشکیل دولت وحدت ملی هن. بدون تعارف میگم، این آقایونی که اسپردن تحملشون یه خورده نسبت به برخی قضاوت‌های عدالت طلبانه توی این دولت نتونستن یا منتقد بودن، به هر ترتیب امروز موافق دولت نیستن. شما استناد بکنید به آدمایی که مخالفن، مثل که استناد بکنید به جملات خوده، ولی بنده دارم استناد میکنم به جملات کسانی که امروز هم کنار شما هم یه دونه دوتا هم نیست. از نزدیکترین آدمایی به شما میگرم که امروز کنار شما، اگر بنده آمدم از دوستان هم فکر شما کسی رو آوردم که امروز منکر اون چیزا شده آمده در یه جبهه دیگه، بله اون شما میتونید بفهمید که این نمیشه. ولی بالاخره اصلاح طلبی، اصولگرایی، اینا یه در واقع با یه آدمایی درست میشه دیگه، با عقاید و افکار ایناست دیگه، با چوب و دیوار اینا درست نمیشه که آدم به چی استناد کنه. رو هوا حرف بزنیم، باید بالاخره بگیم آقا اینجا این تفکر غلطه، این مصادیقش فوق. شما میگه آقا این شخص اشتباه کرده، ما این اعتقاد نداریم، این چیز خوبیه. کما اینکه یک نفر شاید بیاد یه چیزی بگه، میگه آقا این برخلاف اصولگرایی، حالا اون ادعای اصولگرایی، این یه قضیه.